بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به برنامه صبحگاهی ما بسیار خوش آمدین و ما و با جمعی از همکارایم از سر ساعت 7 تا حال مهمان خانه شما هستم. امیدوار هستم که امروز به خوشی و خوشحالی آغاز بکنین. بحثی بخش ما در مورد نقش شوراها در نظام اسلام و همچنان در حکومت اسلامی یا در دولت اسلامی است و مهمان عزیز ما آقای حشمت الله بیان، آگاه امور تقنینی. بسیار خوش آمدین آقای بیان. سلامت باشی، خوش باشی. اولتر از همه سلام های خود خدمت شما و جمع از بینندگان عزیز برنامه صبح زندگی تلویزیون و از این آریانا تقدیم میکنم. تشکر آقای بیان. شما میفهمین که دین اسلام یک دین اجتماعی است و حداقل در قرآن کریم در سوره آل عمران در دو جای بسیار تاکید شده که و شاورهم فی الامر و شورا بینهم، به این معنا که خداوند متعال ترجیح میده و همچنان خداوند متعال تاکید میکنه بر شوراها. حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم بجز از بحث حکم شرعی در تمام امور شورا می گرفت، صحبت می کرد و گپ می زد، حتی بحث بیعت و بحث اختلافات که بعد از خلافت هم بعد از حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایجاد شد، در اوج هم شوراها ایجاد می شد و شوراها بحث می شد. من می خواهم امروز از شما پرسم که نقش شوراها و شورا در نظام اسلام چگونه است و ارجوبی هایی که شما انجام دادین چی بوده؟ من درست پیش از اینکه به اصل موضوع یا سوال شما بپردازم، میخوام با یک مقدمه موضوع را شروع بکنم. در نظام های دموکراتیک، پارلمان ها یکی از پایه ها و بنیاد های اساسی جامعه را تشکیل میده و یکی از رکن اساسی یک نظام یا دولت را تشکیل میده که عملکرد شوراها یا پارلمان ها به اصطلاح دموکراتیکش بر تمام سیاستگذاری های کلان یا بزرگ دولت ها به گونه قطعی اثر گذار است. بله بله. به همین ترتیب شوراها که نام عربی است و حالا اصطلاح عامش هم شما به نام پارلمان ها میشناسیم، این یکی از حکم یا بنیادهای اساسی در اسلام می باشه. شوراها به حد در اسلام عزیز باعث ارزش و اهمیت است که حیات سیاسی جامعه را تشکیل میده. بدون شوراها نمیتوان که تصمیم در عرصه حکومتداری اسلامی گرفت و به این اساس آیات سری قرآن عظیم شان است، مثل که شما یادآوری کرده در سوره آل عمران و همچنان و شاورهم فی الامر و امرهم بینهم شورا بینهم، به همین ترتیب یک سوره ویژه یا خاص به نام شورا در قرآن عظیم شان آمده، به خاطر که ارزش و اهمیت شورا به حد است که قرآن عظیم شان سوره خاص را برای از اختصاص میده. به این اساس حکم قرآن عظیم شان است، حکم سری قرآن عظیم شان است که به پیامبر صلی الله علیه و سلم که بنیانگذار نخستین دولت اسلامی بود، بر از او حکم میکنه که شما در تمام موارد با مردم، با فرد، با اجتماع و با نظام سیاسیتون شما مشوره بکنید. شورا و مشوره به این معنا نیست که صرف یک موضوع خاص با یک نفر تو مشوره بکنی، میتونی که در سطح کل کشور به شکل عمومی که رفراندوم امروز گفته میشه یا همه پرسی گفته میشه یا جمعی گفته میشه، میشه که در موضوعات سیاسی دولتداری پیرامون موضوعات مهم دولتداری زمامدارای امور یا کسی که در رأس رهبری نظام اسلامی قرار داره صبح مشوره بکنه، با کسای مشوره بکنه که اهل خبره باشه، دانا باشه، از فن برخوردار باشه. یعنی چیزای در اینجا نفته در شورا، حکمت های نفته که قرآن عظیم شان صحیح امر میکنه و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم همین دستور خداوند متعال به تمام امتش میرسانه، با زوجات مطهرات خود در موضوعات خانوادگی و بعض مسائل دیگر آقای بیان باشین مشورت میکنه. در بحث نظام ها ما دو نوع نظام یا نویت نظام است، یکی نظام های غربی است
دوم نظام های شرقی. در نظام های شرقی بسیار امو تاکید میشه که بعد از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم دو تا نظام اسلامی یا دو تا مؤلفه نظام ایجاد شد، یکی امارت بود، دوم خلافت بود. یعنی بسیار تاکید بر امارت و خلافت میشد. در امارت و خلافت بسیار امو تاکید بر بیعت است. یعنی وقتی که بیعت صورت میگیره به این معنا وقتی شما خلیفه را اونجا خبرگان میآیند، مثلا مانند ایران خبره، یک بحث دارم به نام خبرگان، و خبرگان تایید میکنه یکی از کسایی که اینمی مسئول است یا اینمی قائد است یا این پادشاه است، چنین است. امارت اسلامی سر کار شده و با کار شروع کرده و اولین کارشانی بوده که اینا کابینه را هم اعلان کردن و در کابینه خود گفتن که اینا موقتی هستند. من میگم که از کجا شروع شو باید؟ خب حالی امون نظام پارلمانی ما از بین رفته، ما به نام نظام پارلمانی چیزی نداریم. حکومت افغانستان دیگه نظام جمهوری رو نداره. حکومت افغانستان یک نظام داره به نام نظام امارت اسلامی. نظام امارت اسلامی بر مبنای اونمو نظام شرقی به پیش خاطر رفت که مانند بیعت خواهد بود و بیعتشان هم امیرالمومنین است و مو رئیس الوزرا دارن که آقای حسن آخوندزاده است. دقیق فرموده، در طی 20 سال گذشته نظام مبتنی بر دموکراتیک در کشور ما شما جا افتاد و آمد و بالاخره یک نوع اسلامی هم بود، نمیتونیم که انکار بکنیم. او هم به نام پارلمان بود، در اونجا تشکل دو اتاق بود و کارهای صورت گرفت. از این چشم پوشی هم کردن نمیتونیم که در مشکلات زیاد خودم داشت. یکی از تفاوت هایی که بین نظام اسلامی و نظام دموکراتیک در موضوع پارلمان است، موضوع نظام اسلامی بیشتر به بیعت یا رای دادن اشخاص خبرت تاکید داره، در حالی که در نظام های دموکراسی که یک اندازه ساحر بازگذاشه، افراد میتونه که به اساس واسطه، دروغ، چل، فریب یا انواع مختلف به پارلمان ها را بیافه و اون چنانه که باید از درایت و علمیت که برخوردار باشه نبودن. نتیجه و برایندش هم شما دیدیم که نتیجه خوب نداشت. خوب نداشت. اما ما میتونیم یک نمونه گیری کنیم از ایران. ببینین در ایران دو تا است، دو گپ است. هم نظام فقیه است، ولایت فقیه است که یک نظام اسلامی است و اونجا خبرگان است و خبرگان تایید میکنن یکی مثلا، هم انتخابات است، هم دولت اسلامی است، نه ایران یک دولت اسلامی است، هم پارلمان دارن، هم یک نظام صد یک رئیس جمهور دارن و همزمان ولایت فقیه دارن که در اوج خامنه ای در رأس است و در هر ولایتش یک خبره وجود داره و این خبرگانشم امو جای خبرگانشم اونا تایید میگیرن از طرف یا بیعت میگیرن از طرف امو دیگر خبرگان. بله، کشورهایی که پیشرفته هستند تونستن که احکام اسلامی را، البته منظور ما از کشورهای اسلامی است، بله، اونا به شکل اساسیش که اونا پیاده میکنن اونا موفق هستند در کار خود. اما اونند که شما یادآوری از کشور ایران کرده، کشور شاهی عربستان در حال که شاهی است، انتخابی هم نیست، اما پارلمان بر اساس امو نص سری قرآن عظیم شان که باید شورا وجود داشته باشد اونو تأسیس کردن. حالا فعلا که نظام افغانستان از نظر سیاسی تغییر کرده، یعنی از جمهوری به اسلامی به تعبیر خود امارت اسلامی آمده، به شکل واقعیش میخواهند که اینا نظام ایجاد بکنن. ما هم خواهان هستیم، عزیز هستیم که امانند سایر کشورها که موفقیت داشتن در عرصه نظام های اسلامی در قسمت شوراها، اما در شورا را برخوا بکنم. بله بله، ببخشید ما جناب بیان صاحب، من چیز اضافه میکنم که خب بعد از مالک بن مروان کسی بود که امیر المومنین یا مقایدی امیر المومنین به پایان رسید، تمامی یعنی امارت از بین رفت، امارت به پایان رسید، سلسله سلطنتی آغاز شد که نظام اسلام یا مؤلفه اسلام آمد در سلسله سلطنتی. اما در این بین در سلطنتی که وجود داشت شوراها حرکت میکرد، بله. شوراهای کوچک و شوراهای بزرگ هم ادامه میافت.
اما در دوری گذشته ای که امارت اسلامی بر مقتدر باید اقتدار داشت، چیزی به نام شوراها وجود نداشت. اما یک چیزی اونا آغاز کردن که ملا محمد عمر اخونزاده را من حیث امیر المومنین دوباره تایید کردن، در قندهار اونا یک شورای بزرگ گرفتن و در شورای بزرگ امو لقب امیر المومنین به نام امیر سالس دادن و عطا کردن. به این معنا که در درون امارت اسلامی همین مفکوره وجود داشت و حال هم وجود داره که شوراها در بین اینا حرکت خواهد کرد. او شورایی که امیر المومنین ملا محمد عمر مجاهد که الان مرحوم است اونا را انتخاب کردن، به معنای امون شورای اهل العقد بوده. بله بله، که یعنی بله. رهبری یا زمامدار کشور اونا انتخاب میتونن. اما منظور ما از شورا یا پارلمان کنونی است دقیق. که در تمام عرصه ها باید نظارت داشته باشن، در بخش قوانین نظارت داشته باشن، اصلاح بکنن، نخبگان باشه که تفکیک بکنه بین خوبی و خرابی، مزایا و نقایص قوانین، لوایح، کنترل، نظارت، در کل نمایندگی از مردم به شکل مدرنش ایجاب میکنه شرایط کنونی افغانستان که صرف ما شوراها را مختص به مانند شورای اهل العقد نسازیم که صرف زمام امور یا به اصطلاح امو کسی که در رأس قدرت می باشه او را انتخاب بکنه. اما هرمان شما می فهمین آقای بیان، او نظام هایی که بر مبنای امارت هست، او نظام های اماراتی شورای به نام العقد دارن، یعنی شورای خبرگان دارن. خبرگان او خبرگان بیعت میکنه. او خبرگان برخواسته از نماینده های مردم است. دقیقا در گذشته ها کوچونین بوده و حال نیاز ما است که امو مسئولین امارت اسلامی در این باره توجه بکنن. دین اسلام یگانه، شما ایره بسیار معلومات دارین که دین اسلام یگانه دینی است که برنامه داره برای هر بخش از بر بخش از زندگی انسان ها مسلمان ها برنامه داره. چی میخواین شوه از امارت اسلامی، چی میخواین که آیا او شوراها را مانند پارلمان ایجاد بکنه؟ یعنی ما میتونیم مانند نمونه باشیم، مانند ایران که هم داشته باشیم یک خبره، بحث خبرگان داشته باشیم که در داود امیر المومنین باید حرکتای داشته باشن، هم در دارین ما میتونیم نظام بریم به طرف جمهوریت و جمهوریت ایجاد شود، رئیس جمهور ایجاد شود، پارلمان داشته باشیم، پارلمان ما اگر دو طبقه یک طبقه ای باشه میتونیم چون چیزی ایجاد شود. تجارب 20 سال گذشته بخصوص تای دوره های 15، 16 و 17 شورای ملی افغانستان که بیشتر تای 15 سال اخیر ایجاد شد، نشان داد که او نظام که در قانون اساسی در فصل پنجمش آمده پیرامون ایجادش نوه کار شورای ملی افغانستان او چندان کارآمد نبوده. حداقل چند دهه دوره که گذشت خوب نبوده. نبوده. اینا تا انتخابشان از لحاظ شکلی درست انتخاب نبود. موضوع لیاقت یا دانش فهم پارلمانی و در کل فهم حقوقی و دیگه فنون نداشتن. در از لحاظ ماهیتی اونا دچار به حد فقر دانش بودن که حتی نمیفهمیدن که ما در کجا امضا بکنم، مشکل داشتن، به سوادا راه یافته بود، از لحاظ شیوه گزینش دچار مشکل بودن، از لحاظ ماهیتی همچنان دچار مشکل بود. امسال از او اونا دنبال زد و بنده و قدرت یپا بود، اما بود سبب پسماندی یا بدنامی پارلمان هم شد و در کل سقوط نظام هم شد. یک بخش از سقوط نظام میشه که بر بگرده، چون یک پایه اساسی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان پارلمان بود، اما نتانست. ما در شرایط کنونی با توجه به اونمو تجارب گذشته خواهان ازی هستیم که باید در افغانستان یک نظام شورایی، شورایی که مسئل اراده مردم باشد، تمام بخش های اینا صلاحیت داشته باشن، نه توقع میره. بله, بله. توقع میره که اینا میره. نظارت بکنه از تمام بخش های حکومت. در این شرایط کنونی اگر بر بگردیم یک شورای مقتدر که داشته باشیم که نه سری قرآن عظیمشان هست که باید زمامدار عموم رو یک دولت اسلامی باید شورا را ایجاد بکنه، او شورا با صلاحیت های منحصر به خود خود باید از تمام موضوعات دولتداری نظارت بکند و همکار خوب زمامدار یا امیر المومنین یا رئیس جمهور
کشور یا شاه باشه که متاسفانه نداریم. می‌بینیم که کشور ما در شرایط کنونی از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ حقوقی دچار مشکلات حدیدی است. خب انمای میشه که چی آمده؟ امارات اسلامی آمده سر در رأس و اونا تعهدات کردن، در آغاز اونا کوشش کردن و گفتن که ما میخواهیم که یک کابینه مشمول بسازیم، در حالی که توقع هم میره که اکثرت خبرگانی که در افغانستان وجود داره، نخبگانی که وجود داره، اونا هم از حکومت امارت اسلامی درخواست کردن که توجه بکنن به همشمول بودن کابینه. وقتی که بحث همشمول ایجاد میشه، بحث شوراها هم بسیار مؤثر است و حضور و شوراها بسیار مهم است. اهمیت شوراها را چقدر مهم میدانین در یک اجتماع، بخصوص در اجتماع افغانستان، در حالی که همه چیز ما گسیخته و ما در یک حالت گدودی به سر میبریم متاسفانه؟ افغانستان شما بهتر میفهمید که یک کشور سنتی است. شوراها همیشه در تمام مسائل و منازعات نقش اساسی خود داشته و تانسته که نسبت به قوانین از نظر عرفی مشکلات جنگ های ناهنجاری هایی که در کشور ما بوده از طریق جرگه ها علف فصل بکنه. بله بله بله. جرگه بزرگ، امیلوی جرگه که در قانون اساسی گذشته تصدیق شده بود، تا آن روز هم قانون اساسی ما هست دیگه، تا قانون جدید نامده، یکی از اراده مردم از شوراهای بزرگ است. و این جرگه یک پیشینه تاریخی بزرگ داره. تاریخی بزرگ در کشور افغانستان، چون کشور ما و شما کشور شوراها است. تا به میال مردم نسبت به قوانین از طریق جرگه ها میتونن حل فصل مسائل خود بکنن و حرف یکی از جایگاه حقوقی را داره در حقوق، در قانون مدنی ما جایگاه تجلیل شده که بسیار نقش مهم داره در کنار قوانین. بنابراین داشتن شورا، شورایی که در هو نخبگان باشه، اهل دانش باشه، متحد به کار باشه، کس باشه که از نظر مواصفات در شورای اسلامی است، یکی امی است که خود شخصی که میخواهد در شورا وارد شود تقاضای رفتن نداشته باشه، بلکه مردم بر اساس تشخیص خود بفهمه که جناب اسرس شخص خوب است، میتونه که مظهر خدمت به جامعه افغانی ما یا اسلامی ما شود. مردم تقاضا بکنه که شما بهترین گزینه هستی، شما باید در این شورا نقش داشته باشی. بله. نه به اساس بیان صاحب، ما دو تا گپ داریم، یکی کی طرف اسلام است و این طرف بحث محلی بودن ماست یا بومی بودن ماست. در اسلام کتاب الله، حدیث پیامبر، قیاس، اجماع و همچنان دکترین وجود داره. و این طرف قوانین ما وجود داره که هم گرفته شده از بسیاری از مؤلفات اسلامی است. قوانین ما مثلا قانون اساسی افغانستان، در حالی که اگر مشکلات خودم داشته نیاز داره برای تعدیل کوره، باز امارت اسلامی توجه بکنن، برن به طرف تعدیلش و تعدیل بکنن. نیاز برای تطبیق قوانین هست، در حالی که امارت اسلامی تاکیدش بر قرآن و حدیث است. ولی بسیاری از مسائل وجود داره که او به تفسیر و ترجمه و تشریح قوانین عرفی نیاز داره که شما سرش بحث کردین. بسیاری از مسائل تا امروز در ولایات هم، در قرا و قصبات هم، در اینجا شوراهای کوچک صورت میگیره، در بس اوقات شوراها نتیجه خوب نداده. مثلا بد دادن ها، دختر دادن ها، دو تا قبیله با هم جنگ میکنه و این جنگ ها باعث میشه که چند نفر از این دو تا قبیله کشته شوه، باز یک دختر بیچاره ای قبیله به خاطر او بدد داده میشه، که شوراها هیچ نتیجه خوب نداشته، نتیجه درست نداشته. خب در کنار از این که بیشتر یادآوری کردیم، کشور ما کشور جرگه ها است، شوراها است، تانسته که بسیار مسائل حل فصل بکنه، منازعات، اما مشکلات خودم داشته. حال در این عصر کنونی معاصر که ما شما زندگی میکنیم و ماشاءالله بیشتر از 1350 قوانین یا اسناد تقنینی نافذه در کشور ما شما داریم که شامل قوانین است، فرامین، مقررات است، کنوانسیون های بین المللی است. به این اساس ما اگر در شرایط کنونی رجوع یا مراجعه به قوانین نافذه بکنیم، چون ضمانت اجرا داره، بر اساس ضمانت اجرای ازی و نظام و مقتدر داشته باشیم که او را تطبیق بکنه، این مشکلات بد دادن ها از لحاظ مدنی، بعض مشکلات دیگه که در جامعه ما شما وجود داره، این انشاءالله مرفوع خواهد شد. و ما امیدوار هستیم که یک شورای جدید که
عین پارلمان گذشته ما شما باشه، جواب نیازهای خواسته های مردم افغانستان باشه، او ایجاد شوه با صلاحیت ها، با اقتدارات زیاد که امو آنچه که اونا تصامیم که میگرن در چارچوب قانون اساسی، بدون شک داشتن قانون اساسی من حیث قانون مادر در یک کشور از جمله ضروریات یک نظام سیاسی کشور است. در حالی که امارات اسلامی هیچ تاکید نکردن که سر قانون اساسی چی تصمیم میگیرن، لازم است ضرور تصمیم بگیرن ای که تا زمانی که قوانین دیگه جایگزین قانون نشه اما قانون قبلی مریول اجراست. اما فراموش نکنیم که این نظام امارت اسلامی تاکیداتشانی بوده بر شوراها. بسیار تشکر جناب بیان سید. یک موضوع دیگر هم یادآوری میکنم که امیال سرنوشت شورای ما همان قسمی که شما یادآوری کردید و همه مردم افغانستان میدانند در یک حالت بلا تکلیفی به سر میبره. بله بله. در قانون اساسی افغانستان آمده که شورای ملی در سال دو بار اونا تعطیلات دارن. تعطیلات تابستانی از اونا در تاریخ 16 سن بالا ختم شد. اگر امارت اسلامی افغانستان میخواست که کار ادامه بده، یعنی تمکین به قانون اساسی میکرد، باید اونا را میخواست. خب. که اتفاقا نخواسته در کنار از این که اونا اعضای شورای ملی هر دو مجلس به سرنوشت به سر میبره، بیشتر از 2000 کارمندای شورای ملی به شمول ملکی و نظامی از او عمل در حالت به سرنوشتی به سر نمیبرن. نگران از این هستند که اگر پارلمان لغو اعلان شوه سرنوشت کارمندا چی شد؟ تشکر. ما امیدوار هستم. خب اکثرت مردم به این باور هستن، این هم صحبت مردم است که یگانه کاری که امارت اسلامی خوب انجام داده است که شورا دروازه شورا را بند کرده. شورا این شورایی که ما داشتیم شورایی بود که متاسفان. مشکلات متعدد و زیاد را در بین مردم ایجاد داشت. کرده بود، غیری که خوردن بود و نوشیدن بود و یک قانون هم اونا حتی در حضور خودشان پاس نکردن. حتی قانون من خشونت، قانون تجارت، قانون پانتونا را همشان مانده بود و او قوانین نتیجه نگرفت. ناکارایی زیاد داشت، اما ضرورت شورای ملی ضرورت در یک بله، بله، کشور بله. در یک نظام سیاسی حتمی است. اموزخنگوهای امارت اسلامی اونا تعهد سپردن که اونا توجه دارن به شورا و یک شورای درست ایجاد بکنن. امیدوار است. بسیار تشکر آقای بیان. بسیار خوش آمدین. لطف.